سلام و درود به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید، و امیدوارم 13 به در خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امیدوارترین که سال خوب و نیکویی پیش رو برای ایران و مردم ایران باشد و برای سراسر جهان سال خورشیدی تازه. در ایران پس از انقلاب در همچنان بر همان پاشنه میچرخند. در کنار دشمنی آنان با نوروز و سنت‌های ایرانی، دشمنی با حقوق زنان نیز یکی از خصوصیات عملکرد حکومت فقیه بوده است. در حالی که در جنوب خلیج فارس قطر خود را آماده برگزاری و نخستین سوت داوران مسابقات جهانی فوتبال می کند، در ایران هنوز مسئله بر سر این است که زنان اجازه دارند به ورزشگاه ها بروند یا این خلاف شرع است و باعث تحریک مردان. این مسئله حتی در زادگاه خود اسلام نیز وجود ندارد و در دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس، تنها در ایران است و افغانستان همزاده حکومت فقیه طالبان نیز چنین کرده و چنین می کند. ورود زنان به ورزشگاه ها را ممنوع اعلام کرد و در تهران چون افغانستان زیر سلطه طالبان، شهردار تهران می گوید در صددن پارکای زنانه احداث کنند. 43 سال پس از انقلاب اسلامی ایران به کجا رسیده است و مردم ایران به کجا رسیدند؟ ایران برگزار کننده بازی های آسیایی 1974 بود، المپیک آسیایی، و خود را آماده می ساخت تا برگزار کننده المپیک جهانی باشد و نیز جام جهانی فوتبال. اما اکنون وضعیتی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری حکومت فقیه، که به هر حال نام ایران رو نیز یدک میکشند و بر خود دارند، در گفتگوی تلفنی با امیر قطر التماس میکند که به ما هم جایی بدهید زیر عنوان کمک و یاری. نخهای رو فرستاده بودند، اضافات اونها رو پس فرستاد قطر. این همه عملکرد جمهوری اسلامی نیست، بخشی از آن است و آنچه که بر سر دختران و زنان ایران در مشهد آمد. در این زمینه گفتگو خواهیم کرد با خانم پوران ناظمی، فعال مدنی در تهران. پس از گذری به مشهد پشت درهای بسته ورزشگاه میهمان تفسیر خبر هستند. میهمان شما عزیزان در هر کجای که هستید، ایران و خارج از ایران. سرکار خانم پوران ناظمی، فعال مدنی در تهران. بعد از 13 به در خانم ناظمی گرامی، ولی اولین بار در سال جدید، اولین برنامه سال جدید، سال نو بر شما و خانواده گرامی شما خجسته باد خانم ناظمی. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب آقای چلنگه نازنین و همه هممیهنان عزیزم در هر کجای این دنیای بزرگ که هستن. بهار و سال جدید رو خجسته باد میگم به همه. امیدوارم که این سده جدید برخلاف سده گذشته که فقط مبارزه و تلاش بود، رسیدن به رقایی و آزادی و پیشرفت باشه. آرزوهای ارجمند سرکار خانم پوران ناظمی. اما شما امسال یک سفر نوروزی داشتید که با سفرهای دیگه واقعا فرق میکنه، به اتفاق مادران داغدار.
به دیدار داغداران دیگه رفتید در شهرهای مختلف. از زبان خود شما میشنویم این سفر بیمانند رو. خواهش میکنم، ممنونم. آقای چلنگی عزیز، ما تو آخرین روزهای سال گذشته تصمیم گرفتیم که این بار فضا رو یکم تغییر بدیم، به جای اینی که در خونه ها بشینیم یا فقط سر مرقد این بچه ها در شهرهای خودشون خانواده ها برن، به یک خانواده همدرد رو تشکیل بدیم، به دیدن همدردهامون، هم فکران، هم به قول معروف هم سنگرهامون بریم در جاهای مختلف. این بود که تصمیم رو با بعضی از خانواده های دادخواه مطرح کردیم. خب چون روزهای آخر سال بود به سختی تونستیم اما هنگ کنیم، اما خانواده محترم کتابدار، خانواده محترم دامور، خانم ناهید شیربیشه و مادر فرهاد مجدم عزیز همراهی کردن در این سفر رو. ما از برها شهریار، اندیشه و تهران شروع کردیم. اول رفتیم یک میعاد دوباره ای رو یک با فرزندان خودشون داشتن بر سر مرقد های اینها. بعد از تهران به راه افتادیم با هم در شهرهای قم، کاشان، نائین و یزد به دیدن بعضی خانواده های سیاسی رفتیم، بعضی زندان خانواده های زندانیان رو ملاقات کردیم و در شهرهای مختلفی هم که می رسیدیم بعضی خانواده ها رو به ما معرفی می کردن که اینها فرزندانشون رو از دست داده بودن. حالا در این حکومت خیلی عجیبه، میری تو شهرهای مختلف وقتی پرسجو میکنی میبینی چقدر دادخواه، چقدر داغدار وجود داره. به هر حال با بزرگواری این عزیزان، با اینکه خب سفر سخت بود، مشکلاتی هم بود، ما در یزد، شیراز، اصفهان و کرمان تونستیم بعضی از خانواده های دادخواه دیگر هم ملاقات بکنیم. هدف این عزیزان این بود که ایجاد یعنی دوباره یک همبستگی و یک همدردی رو با این خانواده‌هایی که در مرکز نیستن داشته باشن. جالبه بهتون بگم آقای چلنگی عزیز، مردم یعنی علاوه بر این برخورد مردم خیلی عجیب بود. خیلی از مردم میشناختن، میومدن جلو، بعد خیلیشون اصلا باور نمی‌کردن، یعنی فکر می‌کردن خانواده یک مثلا ابر انسان هستن، متفاوت هستن با دیگران، که این اتفاقا باشون برشون افتاده. وقتی که میدیدن نه، اینا هم از خون و پوست و گوشت هستن، انسان هستن مثل خودشون، با همون مشکلات، با همون مسائل، نمیدونم، با همون دردها و لذتهایی که تو این زندگی بوده و این اتفاقا برشون افتاده، تازه بیشتر متوجه میشدن که چقدر امکان داره این موارد برای خودشون پیش بیا. به هر حال همه ابراز شادی میکردن، احساس نزدیکی کردن با این خانواده و فضای خیلی خوبی بود، خیلی فضای خوبی بود. من از همینجا هم از مردم هم از این خانواده ها سپاسگزارم. چه کار زیبایی، چه کار زیبا و پرارزشی، چه کار مهمی. تا چند اندازه به هدفتون نزدیک شدین خانم ناظم؟ یعنی تا چند اندازه الان حس میکنید که این همبستگی به وجود اومده؟ اطلاعاتی که لازم هست بدونین در شهرهای ایران دونسته نمیشد، خود شما اشاره کردین، این همبستگی آیا ادامه خواهد داشت؟ چه خواهد شد؟ حتما. من متاسف هستم به خاطر شرایطی که داشتیم، به هر حال محدودیتایی یا به هر حال نگرانی از این که اگر این به قول معروف سفرنامه تصویری رو منتشر بکنیم شاید بعدها جلوی این سفرها رو بگیرن یا همون موقع مشکل به وجود بیارن، نتونستیم سفرنامه تصویری خوبی رو تهیه بکنیم، اما خیلی جاها در آرشیو داریم، انشالله به موقع منتشر میکنیم. من فکر میکنم بیشتر از اینی که خب خیلی خانواده هایی که در شهرستان ها بودن و احساس تنهایی میکردن، احساس دور افتادگی از مرکز میکردن، خیلی شاد شدن، یعنی فهمیدن که این عزیزان فقط درد خودشون نیست، یک مجموعه هستن که اینها با هم هم درد هستن، دقیقا شکل یک خانواده بزرگ شده بودن همشون با هم. و مردم هم مخصوصا این دستبند دادخواهی رو حتما همه میشناسن، این رنگ و این دستبند رو مادران دادخواه انتخاب کردن و دادخواهی رو به این شکل مطرح کردن که فقط داغداری نیست، هر کسی میتونه دادخواه باشه در ایران، هر کسی که ظلمی رو تحمل کرده باشه، هر کسی حقی ازش پایمال شده باشه. و جالبه که از این خانوم ها از این دستبند ها با خودش داشت، بسیاری از مردم می اومدن و تقاضا می کردن که از این دستبند بهشون بدن، همونجا این دستبند رو به دستشون می بستن.
من فکر میکنم برای اولین سفری که ما رفتیم تاثیر خیلی خوبی روی همه داشت، هم برای روحیه این خانواده که از نزدیک به هر حال مشاهده کردن که مردم همراهشون هستن، هم دردشون هستن، میفهمن، و هم برای مردم و بقیه خانواده ها. خب شما اشاره کردین اولین سفری که رفتین، تصمیم داریم بازم سفر برین، صحبتتون اینو نشون میده نیست؟ بله، اگر که حالا انشالله برنامه ها به خوبی پیش بره. خب ما قبلا سفرهایی که میرفتیم یک مقدار محدود بود، اما الان دیگه تصمیم گرفتیم که هر زمانی در فاصله های به هر حال متفاوت یا در زمان های متفاوتی که لازم باشه با تعدادی از خانواده ها یا به شهرهای دیگه بریم یا از شهرهای دیگه دعوت کنیم که اونها بیان به مرکز. نه خب ببینید، شما مادران داغدار عنوان کردین، درسته؟ بله. خب دادخواه. آیا پدران مگر دادخواه؟ مگر پدران بله. دادخواه نیستن، فقط مادران هستن یا نه این سمبولیک چه هست؟ نه، این تقریبا به قول شما همون هست، یک واژه‌ای جا افتاده و به قول معروف رایج شده، ولی در این سفر مردها هم با ما بودن. پدر محترم وحید دانور بود، پدر محترم آقای ابراهیم کتابدار با ما بودن و به هر حال برادرانشون بودن. خیلی جاها که رفتیم پدرها و برادران دیگه بودن، به سعید افکاری نمیدونم و خیلی های دیگه مثل خانواده های اونا. این من فکر میکنم بله حق با شماست، یک کلمه ای هست که رایج شده و گاهی خب آدم میکنه باید بگیم خانواده های دادخواه، درست؟ بله. من جملاتی هست که واقعا در تراژدی های شکسپیر و تراژدی های یونان باستان هم به راحتی نمیشه پیدا کرد، واقعی هست و در لحظه اومده. سخنان مادر ابراهیم کتابدار رو وقتی به سادگی میگه ابراهیم رو کشتن و رفت و فرزندانش موند، با شما بودن نه؟ اشاره کردید که بودن با شما مادر ابراهیم. بله بله، اتفاقا دکتر ابراهیم عزیز هم با ما بود و باور نمی کنید آقای چالنگی، یعنی یک لحظه به لحظه با این بچه بودن نمیدونم چه حسی میداد، یک حسی نمیدونم از امید، تأسف، ناراحتی، همه اینها با هم بود. این بچه به قدری زیبا این مسائل رو تحلیل میکرد و جواب میداد که من با خودم گفتم که یادتون اوایل انقلاب اینها یه شعاری رو دیوارا می نوشتن که اگر همه ما بمیریم، از قول فلسطینی ها می نوشتن که اگر همه ما بمیریم اما یک زن باردار از ما باقی بمونه، اون نسل شما رو به باد خواهد داد. و حالا من مطمئنم اگر هیچ کس نباشه، یکی از فرزندان اینها هم بماند، این مبارزه ادامه پیدا میکنه و نسل اینها رو به باد خواهد داد. نمیدونین این بچه ها چقدر سرشار از غضب هستن، از دست اینها سرشار از دادخواهی هستن. اسمشون خاطرتون هست؟ بله، سفدا و سوگند، دخترای آقای ابراهیم کتابدار هستن. و اینکه اگر همه بمیرن فقط بچه ها خواهند موند، یعنی این وضعیت تا زمان بزرگ شدن سوگند و سفدا ادامه خواهد داشت؟ اون چه ناماندنی ظلم و ستم هست در بله. این که یک مثال، حالا من یادم افتاد این آخونده اینا رو دیوارها می نوشتن، ولی واقعیت اینه که این بچه ها این مملکت رو تغییر خواهند داد خیلی به سرعت. یعنی خیلی ها نگران این هستن. همین دیشب من یه جایی بودم صحبت سر این بود که شاید 60 سال 70 سال طول بکشه تا ما برگردیم به 50 سال گذشته، بتونیم این آلودگی هایی که وارد فرهنگ ما شده اینها رو از بین ببریم. اما من مطمئنم که با این بینشی که این بچه ها دارن، با این فکر و این نظر بازی که اینها دارن، به سرعت ایران برخواهد گشت به جایگاه ارزشمندی که داشته. بله، ایران قطعا با نسل جوانی که هست بدون تردید زمان خیلی کوتاهی خواهد گذشت که ایران به ریل زمان باز خواهد گشت، به قطار زمان باز خواهد گشت. این پرسش رو هم دارم که شما در دیدارهاتون با خانواده های داغدار در شهرستان ها
و شهرهای دیگه، آیا خط به قول معروف داشتید؟ یعنی این خانواده مثلا سلطنت طلب، اون مجاهد، این چپ، اون راست هست یا نه اینها نبود مثل بقیه جاها عرصه‌های دیگه که دیگران چنین میکنن؟ بدون بفرمایید. نه آقای شالنگی، در مسئله دادخواهی و انسان‌های دردمند اصلا این مسئله مهم نیست. اینها شاید من اصلا تا الان از هیچ کدومشون نشنیدم که یکیشون صحبت بکنه از نظرات سیاسی که داره. اینها بیشتر همگی مترصد موقعیتی هستن که عاملین و عاملین این جنایات محاکمه بشن و دیگه اینجور مسائل در این مملکت نباشه. اینها خونخواه فرزندانشون هستن. و نکته ای که هستش خانم ناظمی عزیز، در ادامه همین دادخواهی ها هست، زنان ایران، دختران ایران همچنان پشت درهای ورزشگاه ها هستن و همچنان حکومت به همون شیوه و روش خودش ادامه میده که غیر از این هم انتظاری نمیشه داشت. اون ور خلیج فارس الان دختران قطری، دختران عربستان سعودی، زنان و دختران تمام کشورهای جنوب خلیج فارس بدون حجاب تحمیلی، هر کسی مایل هست خب حجابی خواهد داشت، میرن بازی‌های جام جهانی رو تماشا میکنن. در ایران با یک تازی علم الهدا هم اضافه شده به مقررات و حکومت فقیه، بازم میبینیم. دیدید شما گزارش ها رو؟ به ما چه خواهید گفت؟ این نشوندنده چه هست؟ این بازی هایی که هنوز ادامه داره و این بازیکنان فوتبال ایران واقعا سال من اینه، اینا دارن میرن جام جهانی، آیا نماینده همه مردم ایران هستن؟ علارغم همه زحمت هایی که کشیدن، همه احترامی که ما براشون قائل هستیم و همه براشون قائل هستن، دیدم چند نفری واکنش نشون دادن، اما وقتش نیست که در جام جهانی اعتراضی بکنن. همونطور که خانم دکتر دریا صفایی رفت به تنهایی و اعتراض کرد که زنانو در ایران به ورزشگاه راه نمیدن، آیا وقتش نیست الان چنین کنن؟ از شما میشتره. خب از وقتش که خیلی هم گذشته. من فکر میکنم که تا این حد آزادی هایی رن که، یعنی حالا شاید خیلی ها بگن اینها آزادی نیست که ما به دست آوردیم، ولی من فکر میکنم همینقدر که زنان ما از قید و بند افکاری رو که داشتن، فرهنگی که وجود داشت، رها شدن و شایستگی هاشون رو قبول کردن، اولین قدم در آزادی هست. یعنی لااقل از اون چیزا آزاد شدن. زنها تلاش زیادی رو در این 100 سال، حالا در قرن‌های گذشته بوده ولی تو این 100 سال ممتد بوده، داشتن تا بتونن به برابری برسن. این بی‌عدالتی و تبعیضی که وجود داره واقعا دیگه آزاردهنده شده. ما در این مسیر رفع تبعیض خب حمایت خیلی مردان رو داشتیم، بسیاری همراهی کردن، همگام با ما بودن، حتی پیشروتر، اما متاسفانه اکثریت مردان این جامعه در مقابل این تبعیض، آزار و این تفاوت جنسیتی سکوت میکنن. حالا این یا پیش به قول معروف ریشه در پیشینه مردسالاریه چند قرن گذشته داره، یا در استبداد دینیه که وجود داره، اعتقاداتشون هرچی که هست، منتها تا این مردان واقعا بلند نشن و در کنار ما زنان قرار نگیرن، مسیر برای ما به سختی پیش خواهد رفت. هرچند که ما به سرعت داریم پیشرفت میکنیم، من مطمئنم ظرف چندین سال آینده خیلی چیزها متحول شده و اون وقت به قول معروف زمستان میره اما روسیاهیش برای کسانی میمونه که حاضر نشدن در این مسیر از خواهران، دختران و همسرانشون دفاع کنند و حمایت بکنن تو این مسائل. این خیلی دردناکه که مردان این جامعه از خودشون واکنشی نشون ندادن. آخه باز من میگم بی احترامی نیست نسبت به فوتبالیستای ما، اما این بازی پرسپولیس و استقلال و هر تیمی، چطور یه بازیکن فوتبال میره توی زمین و مطلع میدونه که پشت درهای همون ورزشگاه دارن اسید میپاشن به صورت دختران و زنان ایرانی و میره توپ میزنه و گل میزنه و براش خورا میکشن و اینا؟ من اهل این نبوده و نیستم به مردم میگم چه کنید چه نکنید، اما نمیتونن توپ رو گذاشتن وسط، داورم سوت زد، بازی رو متوقف کنن، بگن تا زنان رو راه ندید ما بازی رو ادامه نمیدیم، چه خواهد شد؟ مگر فقط همینجاست آقای؟ بفرم.
نه من مردانی که تو خیابون میبینم که این همه زن و مرد بایستادن اسم گشته شد جلوی دختران این مملکت رو میگیرن بهشون توهین میکنن چند نفرشون اعتراض کردن یا مگه وقتی که میبینم که این همه در قوانین مختلف به زنها زور میگن جبر بهشون متحمل میشه مگه مردان از خودشون نمیدونم اعتراضی رو نشون دادن فقط زمین و فوتبال نیست در همه جاست که باید این اعتراضات شروع بشه در استادیوم یه قسمتی از این مسائل بود که اتفاقا بهترین جا بود که میتونستن با این شرایطی که به وجود اومده بود اینها اعتراضشون رو نشون بدن بله کافی بود که نیم ساعت فقط اینا بازی نمی کردن کافی بود تو اون ورزشگاه نیم ساعت سوت و کف نمی زدن یا مردانی که برای تماشا رفته بودن می رفتن بیرون قطعا اینها عقب نشینی می کردن متاسفانه اینها هم وقتی می بینن ببینه اینا جامعه رو رصد می کنن من این رو دیشب در یکی از مصاحبه هم توضیح دادم این صحبتی که رئیس اون سردار اشتری اگه اشتباه نکنم درست در آغاز سال نو کرد گفت به کسایی که هنجار شکنی بکنن یا حجابشون مشکل نشه ما در محل اینها رو تنبیه خواهیم کرد یا آقای مکارم شیرازی میاد در سال نو اولین چیزی رو که میگه در مورد حجاب زنان هست و اینها دوباره میان در استادیوم همچین کاری میکنن یعنی اینها دارن آماده میشن برای اینکه فضا رو برای زنان سخت‌تر بکنن میان و با اینجور کارها جامعه رو رصد میکنن نگاه میکنن اگر ببینن ما اعتراضی رو کردیم قطعا اونها به هر حال یه امکان داره که مثلا یه تغییری در تصمیماتشون بدن عقب نشینی بکنن بررسی بیشتری بکنن ولی وقتی میبینن سکوت میکنیم خب اونها هم فشارشون رو بیشتر میکنن دقیقا در مورد زندانیان سیاسی هم این کار رو اینها میکنن دقیقا. ببینید خب این حکومت استراتژیش از روز نخست معلوم بود که میدونه یک قدم عقب نشینی باز خواسته جلوتر خواهد اومد اینو میدونن و همین دلیل در مواردی هم که میتونن عقب نشینی نمی کنن چون میدونن باز مطالبات بیشتر خواهد شد ببینید چیزهای متضادی من میبینم از دور شاید از دور درست دیده نشه همین جمعیت در بازی فوتبالی که بود در آمدن مثلا بعد از تموم شدن بازی آمدن و شعار رضا شاه در یکی از همین ورزشگاه ها رضا شاه روحت شاد رو سر داد خب یکی از کارهای مهمی که رضا شاه کرد به اصطلاح تأمین حقوق زنان بود تا اندازه‌ای که میشد گام‌های سریع برداشتن برای مؤثر شدن در همسایگی ما هم اتفاق می افتاد با همه انتقاداتی که احتمالاً میشه داشت یا نداشت این شعار میدن اما قبلش رو توجه نمی کنن یا این شعار با صاحب همینه که دارن توجه میکنن چه از شما به ما بفرمایید چرا جای دیگه عمل نمیشه این شعار به طور عملی هر کسی مردان به قول شما به گفته شما دست خواهرش دست بانوان هموطنشو بگیرن با حمایت اونها برن در یا نرن توی ورزشگاه خب اول اینو خدمتتون بگم میفرمایید که این حکومت عقب نشینی نمیکنه شاید در خیلی موارد عقب نشینی کنه مخصوصا در مورد همین مسئله زنان قطعا به سختی میتونیم ما خیلی چیزا رو به دست بیاریم چون از لحاظ اعتقادی و بهره مندی بسیاری از کسانی که این فتواها رو میدن در مقام های نشستن یعنی کرسی های ریاست های مذهبی رو دارن که خیلی هم میترسن مقابل اینها چیز اعتراضی بکنن چون میشه اصلا متهم بشن به خیلی مسائل اما باز اعتراض کردن حداقلش اینه که احراز فعال میشن خودشون با هم مقابل هم قرار میگیرن و موضع میگیرن اما در مورد اینه که مردان ما فکر میکنم سوالتون این بود اگر اشتباه نکنم چرا واکنشی نشون نمیدن؟ آیا این منظورتون بود؟ منظور من این هست ببینید شعار رضا شاه روحت شاد داده میشه خب رضا شاه به خاطر یک ارزش های محبوب شده و محبوب هست خب اون ارزش ها داره پایمال میشه شده چرا بر اساس در جهت اون ارزش ها عمل نمیشه یعنی حمایت دقیق از زنان مردانی هم که میخوام برن ورزشگاه بگن تا در رو به روی بانوان باز نکنیم ما نمیایم نمیریم تماشا تحریم کردیم من نمیگم این کارو بکنن پرسش من اینه چرا نمیکنن
حالا این سوال رضا شاه روحت شاد رو آقای چالنگه، من بسیاری رو دیدم که اتفاقا از لحاظ تفکر سیاسی بسیاریشون دیگه سلطنت طلب نبودن، اما برای رضا شاه احترام خیلی زیادی قائل بودن، به خاطر اینکه احساس میکردن برای اولین بار قوانین ضد انسانی رو که فقط ضد زن نبود، ضد انسانی که خیلی جاها در ایران بود رو ایشون اومد از بین برد. خیلی ها آرزو میکنن برگردیم به همون دوران 40 سال 50 سال پیش که این روزا میبینید فیلماش اصلا تو فضای مجازی هست، تمام زنها بدون همون حجاب اجباری که اینا میگن میبینید تو ورزشگاه کنار آقایون نشستن با امنیت و راحتی دارن مسابقات رو تماشا میکنن، مشکلی هم پیش نیومده. مردم افسوس اون امنیت و آزادی رو میخورن و قدردان کسانی هستن که تو این مملکت کوشش هایی کردن. اما اینکه چرا مردان جامعه واقعا این کارها رو انجام نمیدن، ببینید در طول 50 سال گذشته، 42 سال گذشته، شما میبینید به قدری فضای، خب ما اولا که یک پیشینه اعتقادی خیلی بد در بسیاری از مردم داشتیم توی این مسائل، حالا مسئله مرد سالاری و اعتقادات مذهبی رو به هم اضافه کنید، ترس از این حکومت رو هم بذاریم کنارش، شاید یکی از دلایلش این باشه، مردم دلشون نمیخواد با اینها زیاد مستقیم روبرو بشن. شما دیدید اون کلیپی رو که یه شیخی که 13 روز بود تازه تو حوزه اولین دروسش رو گذرونده بود توی یکی از شهرهای جنوبی به خودش اجازه میده که یک دختر رو کتک بزنه، دختر همسایه‌شون رو به خاطری که روسریش بالا بود. نمیدونم دیدید این کلیپ رو یا نه. بعد وقتی که مردم بهش اعتراض، کلیپ های دیگه ای هست که با همین مزه. بله. مون تو ببینید خانم مردم اعتراض میکنن میگه که مبنای دینه و مردم از این مسئله میترسن که متهم بشن به بی‌دینی. بله. بعد این کلیپی که در خیابون، یک اگر اشتباه نکنم همون کلیپی هست که یه آخونده و مردم دور و برش هستن و اونم داره میگه کلماتی مثل بی حیا و از اینا استفاده میکنه. به هر حال اینا هست. حرف من درست همینجاست که مثلا خب البته مردم اعتراضات کردن و اعتراضات میکنن، جامعه ایران خود شما بهتر از من میدونید چه وضعیتی داره، خیلی ناظران به قول معروف بی‌طرف هم معتقد هستن وضعیت آتش زیر خاکستر داره. این رو هم من بگم که وقتی میگم حکومت استراتژیش این هست که عقب نشینی داوطلبانه نخواهد کرد، یعنی بر اساس موازین بین المللی و معاهدات و اینها و اینها عقب نشینی نخواهد کرد، ولی ناچار به عقب نشینی شده، همونطور که خانم ناظمی اشاره کردن، طی این 43 سال ناچار به عقب نشینی های بسیار شده و به سختی با از خودگذشتگی های بسیاری. عزیزانی که رفتن در تجمعات، عزیزانی که جان دادن، عزیزانی که در زندان هستن، عقب نشینی کرده این حکومت، سانتیمتر به سانتیمتر ناچار به عقب نشینی شده، اما داوطلبانه هرگز. این رو باید اشاره میکردم. اما نکته در این و وقتی اشاره کردن آرزو و افسوس، بله، ولی در جهت این آرزو و افسوس هم کارهایی میشه انجام داد. ببینید خبری من دارم، چند روز یا چند خبر منتشر شده، بازیگران سینما آمدن بانوان، برای من به اعتبار کارم نقد تئاتر سینما، رشته یکی از رشته‌های تحصیلی که خوندم همین به هر حال تلویزیون و سینما بوده، دنبال میکنم. خیلی از کسانی که دارن کار میکنن امروز روز همکاران من بودن، صاحب اسم و رسمی هستن در سینما در ایران. برای من خیلی سوال برانگیز بود که چطور بانوان، دختران نازنین ایرانی که استعداد بسیار خوبی هم دارن در بازیگری، بازی های خوبی دیدم در این فیلم های بی ارزش، بسیاری از این فیلم ها واقعا فیلم های غیر قابل تحملی است. من با فشار ذهنی زیاد سعی کردم ببینم واقعا، ولی قابل دیدن نیست. 5 دقیقه اولش آدم میبینه خیلی، و البته فیلم های نسبتا خوبی هم هست. برای بگذاریم از این موضوع، با لچک های دو پوشه و سه پوشه برن در فیلم ها بازی کنن و سرانجام سر از اینجا در بیارن که الان اعتراضات شروع شده که باعث به اصطلاح مورد آزارهای جنسی و اینها قرار میگیرن. چرا ادامه میدن؟ با چه ارزشی باید؟ نمیتونن، نمیتونستن، چه هست این؟ چرا؟ میدونم علاقه آدم هست به شهرت، همه اینا هست، ولی چرا؟ به چه قیمتی؟ از شما میپرسیم چرا؟
این اعتراضات زودتر نیست، چرا پیگیر نیست؟ آقای چرنگی، ما حق نداریم فقط هنرمندان یا کسانی که در این زمین هستن را الان ازشون نام ببریم. مگه اون خانمایی تو وزارتخونه ها کار میکنن، تو آموزشگاه پرورش کار میکنن، تو نمیدونم ادارات دولتی کار میکنن یا تو شرکت های خصوصی، مسائل براشون پیش نمیاد؟ محیط ایران متاسفانه به خاطر نگاه جنسیت زده ای که به زنها هست و به خاطر احکام خیلی زشتی رو که اینها میذارن در مورد اینی که حالا ارتباطات زن و حد در زن مرد در چه حدی میتونه باشه، من نمیخوام اسم اون ازدواج موقت و سیغه و اینور چیزها رو بیارم، از طرفی این رو تبلیغ میکنم و از طرفی میگن که یعنی ببینین دوگانگی رو در هر پای اینها، از یک طرف میگن کافی یک زن و مرد با هم علاقه داشته باشن، میتونن خودشون حتی بدون اینکه به زبان بیارن، یعنی قلبن و تو ذهنشون اون جمله عربی یا معادل فارسیش رو بگن و این دیگه یک محرمیتی ایجاد میشه. از طرفی ما هنوز مثلا چیزی به اسم ارتباط نامشروع داریم، یعنی اگه کسی تو خیابون با یه نامحرم احوال پرسی بکنه میتونن بگن ارتباط نامشروع بود. این دوگانگی ها، این نگاه به قول معروف جنسیت زده که اینها به زن دارن و در قبالش قانونی هم نیست که بخواد بازدارنده بشه، باعث میشه که بسیاری از این مسائل سوء استفاده میکنن. زنان در موقعیت ضعیف هستن، بسیاری هستن که مجبورن تحمل قدم نمیزنن. خب حرف من همینجاست، اجازه بفرمایید خانم ناظمی، عذر میخوام حرفتون قطع کنم. ببینید، من متوجه نشدم حق نداریم، منظور شما اینه، منظور شما آیا این نیستش که همه جاها داره آزار جنسی هست؟ منظور دقیقا. شما این هست؟ دقیقا. ببینین، حرف من این هست، قطعا همه ما میدونیم که در تمام جاها این نگاه جنسیتی وجود داشته از روز اول، الان هم داره دیگه، حتی خب خیلی به صدا صحبت هایی کردن در این زمینه ها، حتی مثلا حرفایی زدن بسیار زننده در این زمینه ها که گفتنش واقعا در برنامه های پنجشنبه من به این موضوعات میپردازم. حالا بگذاریم از این موضوع، حرف من اینه، بانوان نازنینی که در اداره ها کار میکنن تریبون وسیع میلیونی ندارن، با بازیگران سینما از اولین کسایی که توقع میشه داشت که سخنگوی اون بانوان در اداره ها باشن، در خیابون ها باشن، در مورد زنان و دختران در مشهد که مورد به اصطلاح حمله قرار میگیرن باشن، زنان و دخترانی هستن که در سینما هستن یا جاهای دیگه که شهرت دارن. خانم من اصلا قیاس نمی کنم، ولی در مواقع مشابه کسایی که تریبون داشتن مثل خانم ملینا مرکوری در یونان زمان سرهنگ ها شد اصلا سخنگوی مردم یونان. خاطراتی هم در این زمینه من از ایشون سوال کردم در حاشیه جشنواره قاهره و گفتن، در حال مصاحبه بود. به هر حال از این موضوع به اینجا میرسیم که چرا این کار، به چه قیمتی حاضرن زیر بار این تحقیرها برن، آزار جنسی برن، لچک دو پوشه به سر بکنن و اعتراضی نکنن. در مردانشون ما دیدیم مثلا فرض کن جعفر پناهی و بقیه چنین کردن، اعتراضات چرا نمیکنن؟ چه این تحقیر به چه قیمتی؟ ببینید، من منظورم این بود که همه زنان در جامعه ما در معرض آزارهای جنسی قرار دارن، همه ما از زنان خانه‌دار تا بالا. اما هنرمندانی رو که شما دارید میکنید به عنوان فرهیختگان این جامعه، من قبولشون ندارم، یا بسیاری از مردم، یا تعداد زیادیشون رو قبول نداریم. در جامعه ای، در حکومتی، در کشوری که هنر ابزاری برای پول در آوردن، رانت و فقط شهرت است و اصل روح اصلی هنر رو نادیده میگیرن، استعدادها رو نادیده میگیرن، شاید در کشورهای دیگه هم باشه، ولی در اینجا اکثریت همینطور هستن. شما ببینید هر کسی رو که شاید نمیدونم به اساتید دانشگاه زودتر از اینها باید احتمالاً اعتراض میکردن، چرا نکردن؟ این یه چیزیه که من فکر کنم روانکاوهای اجتماعی باید جواب بدن، نه من، چون من خودم هم جواب براش ندارم، میمونم. چرا همینجوری فال من در مقابل این همه حقارت سکوت میکنم؟ چرا فقط 50,000 تا 100,000 از زنان ما دارن هزینه میدن، زندان میرن، مقاومت میکنن، اعتراض میکنن، ولی بقیه سکوت میکنن؟ خب پرسش پاسخ واقعا چرا؟
لایه از همونطور که اشاره کردن روانشناسان اجتماعی از روانشناسان گرامی باید پرسید، اما من در لایه از سخنان شما پاسخ خودم رو شاید گرفته باشم که به هر حال دلایل مختلفی داره این سکوت، شاید ترس در مورد استادان دانشگاه، شاید هم بهره‌مند شدن از مواهب هست که دور سفره ملایان حکومت فقیه بهره‌مند میشه، شاید هم این باشه و ترجیح میدن همه تحقیرها رو بپذیرن و بعد دم بر نیارن و همراه باشن به طور مستقیم و غیر مستقیم. بدون تردید دیدیم در جلوه های مردانه بازیگران سینما و دستاندرکاران سینما هستند که به علن آمدن و گفتن من اسم نمیبرم، اما خود شما عزیزان در جریان بوده و هستید. سپاس بسیار از شما خانم فوران ناظمی گرامی، با سپاس بسیار و آرزوی اینکه سال خوشی داشته باشید و دادخواهان، خانواده های دادخواه در ایران و مردم ایران به دادخواهی خود در برابر تاریخ، در دادگاه عادلانه تاریخ سرانجامی خوش بیابند، ایران و مردم ایران. با سپاس از شما. من هم سپاس گذارم. و با ابراز خوشحالی از اینکه کتابخانه خانم ناظمی گرامی شکل و شمایل مرتبتری پیدا کرده و دور از هجوم باد هر کتابخانه ای در ایران و هر جای جهان، پی میگیریم تفسیر خبر رو تا لحظاتی دیگر. پیامی از یکی از شما عزیزان رو میشنویم. درود آقای چلنگی عزیز. از شما سپاسگزار خواهم بود اگر به جای واژه غیر ایرانی بودن، ضد ایرانی بودن، کلمه ان ایرانی رو به کار ببرید. ممنونم. سپاس بسیار از شما دوست عزیز هر کجایی که هستید. به هر حال ببینید یه سری کلمات هست، واژه‌ای هست، ممکنه برخی از اونها ریشه عربی داشته باشه وارد زبان فارسی شده اما هویت ایرانی پیدا کردن. اینی که تصحیح یا پالایش زبان فارسی کنونی رو به اصطلاح یک برنامه تلویزیونی وظیفه داره انجام بده یا انجام بده، چقدر مؤثر خواهد بود و چقدر باعث سردرگمی، این بحثی طولانی هست. ولی این زبان در میون مردم هست که به مرور به اصطلاح پالایش پیدا میکنه، نه حتی فرهنگستان ها هم به راحتی این کار رو نمیتونن بکنن. در کشورهایی هم که حساب کتاب داره و فرهنگستان های با حساب کتاب مثل فرانسه هم به سختی این کار شده، چه برسه برنامه تلویزیونی. به هر حال از توجهتون ممنون هستیم و این کار هم سالها شده، سالها، سالیان سال، حتی از کسان نازنینی که در پی این کار بودن، صادق هدایت بود، دکتر خانلری و بسیاری دیگه. امیدواریم پالایش مطلوب مورد نظر شما هم به مرور زمان انجام بشه. سپاس بسیار از شما. پیام بعدی رو میشنم. آیه چالنگی عزیز، درود بر شما. من از لرستانم، شهرستان بوجرد. اسم من کسرا است. لطف کن این پیام من رو پخش ببونید. از مردم ایران بخواهید، خواهش میکنم این کارو بکنن، اسمهای خیابونهای اسمهای اصلیشونو ببرن. خیابون مطهری، خیابون امام خمینی، خیابون غزه نداریم، اسمهای خودشونو بگن. ما یه میدونی داریم اسمش میدون کوروش بوده، گذاشتنش میدون توحید تو بوجرد. خواهش میکنم این کارو از مردم بخواهید،
انجام بدن. عرض می شود خدمت شما سال شاهنشاهی رو بگن 2500 فلان هجری و قمری و چیزها رو لطف بگید، لطف کنید تکرار نکنن نگن. با تشکر. سپاس بسیار از شما آقای کتران از بروجرد، یا به قول ما و اهالی لرستان هم بلوگرد. با سپاس از شما، عجاسین خوب و خوش باشید. اتفاقا پیام قبلی دوست عزیزی که پیام قبلی رو داد، این پیام قابل توجه و تأمل هست، پیام کسرای گرامی، که ببینید اتفاقا از کلمات فارسی سره قبل از اسلام که بگذاریم، یا قبل از هجوم اعراب به ایران که بگذاریم، همین امروز پیشنهاد کسرا پیشنهاد قابل تأملی است. جلو ورود کلمات دیگه رو بگیریم، مثل همون روزای اولی که آغاز کرد آقای خمینی استفاده کردن کلمه حجمه، حتی کلمه طاغوت رو که استفاده کرد، و الان کلمات زیادی مثل تعامل یا اینهایی که داره، و همین وقت به خیری که ترجمه شده از یه جای دیگه، حالا هرچی که هست، و بقیه چیزا. اینا رو بیننده محترم قبلی به پیشنهاد کسرا توجه به فرمانی قابل تأمل هست، این اسامی که بر کوچه ها گذاشتن. اینجا در واشنگتن هست جای مخصوصی اسامی کشته شدگان جنگ ویتنام رو روی سنگ نوشتن، حالا با هر اعتقادی که هست، با هر شکلی که هست، اسامی قربانیان جنگ ایران و عراق رو میشه برداشت توی لوحی، الواحی، هرچه که هست، سنگ نوشته هایی یا سنگ نوشته هایی، هر رقم اسم ببرید، بنویسید و این خیابون ها رو آزاد کنید، این کوچه ها رو، این کوچه ها و خیابون ها رو از این اسامی آزاد کنید، از این غم‌انگیزی یادآوری جنگ 8 ساله و بقیه رویدادهای دیگه. جدا از جنگ، خیلی از کشته شدگان در حکومت، شهیدان حکومتی هم نامشون بر خیابون ها هست. پیام بعدی رو میشنویم. با سلام به شما های چالنگی، خواستم خدمتتون عرض کنم تو این یک هفته اول تعطیلات نوروز تقریبا 450 تا کشته تصادفی جاده‌ای ما داشتیم در ایران. شما ببینید در تنها یک هفته حدود 450 نفر کشته، این تقریبا یعنی واقعا فاجعه است، یعنی بیشتر از کشته شدگان حتی یه جنگه. اگه دو تا کشور جنگ داشته باشن تو یک هفته انقدر کشته نمیدن، 450 تا امروزه. و این نهایت نشون دادن مدیریت جهادی و اسلامی و حکومت آخونداست. شما ببینید تو تموم مسائل اینا دخالت میکنن، تو زندگی خصوصی مردم، حجاب مردم، غذا خوردن مردم، نحوه رفتار مردم، لباس پوشیدنشون، همه چی، ولی نمیرن جاده های خودشون رو تعمیر کنن، درست کنن. همش پولا رو بکنید گنبد طلا تو عراق و تو جنوب لبنان، خرج بیمارستان های مجانی و داروخونه های مجانی و کارخونه های مجانی که برای اونا درست کردید، ولی به کشور و مردم خود ایران هیچ چیزی ندید اصلا. شما وضع جاده های ایران رو ببین، خطکشیش، نوع ساختش، مسالهش، افتضاح، یعنی از کشورهای آفریقایی هم عقبتره، یعنی اصلا هیچ استانداردی نداره جاده ایران. بعدم میگن تصادفات مردم خودشون مقصرن، اون نوع ماشینایی که میسازید، این جاداتون، اون علائمتون، اون نوع خطکشیتون، اون حضورتون در جاده، و همه چی هم میندازن گردن خود مردم. اراذل اوباش، واقعا اونی که گفت اراذل اوباش عمامه به سر، بشینن هی حوزه علمی و مسجد بسازین تو این کشور، ولی به زیر ساختها توجهی ندارن، به جون م... خب دوست عزیز، ببینید ممنون از پیامتون، ولی پیام شما خب پرسش اینه که چه باید کرد؟ اگر نه این رو که شما میفرمایید، میتونید هر روز یک پیام بدید و گزارشی به همین شکل. آیا واقعا انتظار دارید که از به گفته خود
شما از ملایان، از آخوندها، از حکومت فقیه که جاده کشی بکنه، به اصطلاح خودروهای درست حسابی بسازه، اینو بسازه، اونو بسازه، یه همچین انتظاری دادید که وقتی میبینید مشکل در اینه که مشکل کجاست؟ اصل قضیه کجاست؟ شما به من نشون بدید که یک جای خمینی برنامه ای رو اعلام کرده بود، جز اون کلیگوی هایی که ما نه تنها دنیای شما رو آباد میکنیم بلکه آخرت شما رو آباد میکنیم، یا پول نفت و در خونه ها میاریم، از این کلیگوهای شعارهایی که در موقع انتخابات میدن، کدوم برنامه ای گفته بودن ما جاده های شما رو درست میکنیم، ما این کار میکنیم، اون کار میکنیم، تحصیلاتش رو میکنیم، فلان، این چیزا نبود. آخون نون ماستشو داشت گرفته بود داشت میرفت خونه، گرفتیم آوردیم بفرمین بالا حکومت کنیم. بعد از 43 سال یا انتظار دارید که مثلا همچنان منتظر هستیم که جاده درستی، کار درست، قرار این هست، و تا زمانی که بر سر کار هست ملا یه فقیه چون این هست و پس از این نیست خواهد بود. در همین زمینه گزارش تصویری دیدم در ایزه عزیز، شهر نازنین ایزه، رفتن به مدرسه رو بوده، بعد از انقلاب این اتفاقات بسیار افتاده، الان رفتن به مدرسه بچه های ما، یا اصلا گذر از کارون به این شکل با هم میبینیم. بگه صورتش نه خبه صورتش نه رو برخواست بکشه ارتفاعش بگیرم. بله خب میبینیم این هست، و تا بودن این ملایان بر سر کار از این بدتر هم میتونه بشه. اینها برای چه اومدن و چه برنامه هایی دارن؟ وزیر بهداشت این حکومت رو ببینید چه میگه، نهضت مسجد سازی رو در دانشگاه های علوم پزشکی راه بیندازید، به دنبال این هست وزیر بهداشت در حکومت برآمده از انقلاب. پس راه انتقاد از این حکومت نیست، چاره ای باید، اصل مطلب کجاست؟ سپاس بسیار داریم از شما بینندگان گرامی، پیام هایی که دارید برای ما بفرستید درباره هر موضوعی مطالب عنوان شده در برنامه و برنامه های تفسیر خبر. و ما به تازگی کتاب هایی در ایران منتشر شده، من مایل بودم معرفی کنم، مجموعی از آثار اوژن یونسکو، نمایشنامه نویس فرانسوی رومانیایی تبار که در ایران هم ترجمه شده بود کارهای یونسکو در دهه 60 و اوایل 70 میلادی قرن گذشته، اجرا هم شد. آقای یونسکو، اوژن یونسکو به تهران هم اومد، به تهران هم اومد در زمانی که شهرت جهانی داشت، در زمانی که همراه با سمال بکت تئاتر نوینی رو، جریانی رو در تئاتر بنیان گذاشتن که به تئاتر پوچی در ایران شهرت یافت، بحث دیگری است. این آثار منتشر شده ترجمه های خانم سحر داوری هست، سحر داوری هست، ترجمه های گوناگون هست، شاه میمیرد از اوژن یونسکو، مکبس، کرگدن رو داریم، و آوازخوان تاس، صندلی ها، بداهگویی آلبا و عابر هوایی یونسکو. خانم سحر داوری، مترجم پرکار، ارزشمند، دقیق، که از زبان فرانسه ترجمه کردن، نقاش بسیار ارجمند، به گفته منتقدین نقاشی، صاحب نظران نقاشی که آثار او رو در نمایشگاهی که در تهران داشتند دیدند،
آثار درخشانی که در تاریخ نقاشی معاصر ایران به طور قطع، باز هم میگم به گفته کارشناسان نقاشی، به طور قطع جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت، آثاری از خانم سحر داوری نازنین که در ایران هستند. شادی و تندرستیشون رو آرزو میکنیم و ادامه کارشون که گفتم از مترجمین بسیار پرکار، که این رو هم بگم همینجا که مترجمان حق بسیار بزرگی در آفرینش زبان زمینه فرهنگی داشتن در ایران، از بزرگان گذشته مانند محمد قاضی گرامی، رحمت الهی، آقای لاله‌زاری، خبرزاده، شکیباپور، تا مترجمین نسل‌های بعد آقای بهمن فرزانه و بسیاری دیگه، خانم فروغ پوریاوری که بخشی از ادبیات جهان رو به ایران معرفی کرد، ادبیات اروپای شرقی، میلان کندرا و بقیه رو، و خانم سحر داوری سهم بسیار مهمی دارن در گشودن دریچه به سوی دنیای دیگر و دنیاهای دیگر. بسیارن، اسامی اونها بسیار است و طولانی. برای خانم سحر داوری سلامتی و موفقیت روزافزون طلب میکنیم. دو همکلاسی پیشین من نیز کتابهایی ازشون منتشر شده. کتاب تازهی مشوش هست از آقای قباد آذرایی، نویسنده ایرانی، همکلاسی سابق من، هر کجا هست تندرست باشه. قباد آذرایی گرامی پیشتر کتاب فوران و توله های تلخ از ایشون منتشر شده بود. روی جلد کتاب تازه ایشون کار آقای بهرام داوری هست، طراح معروف و سرشناس ایران که هر کجا که هستن درست و سلامت باشن ایشون، آقای بهرام داوری که قصه نویس هم بودند و یکی از شاهکارهای ادبی معاصر رو من از ایشون خوندم، برتر از اون بعدها هم ندیدم، به اسم کابنگرو در کیهان سال اگر اشتباه نکنم منتشر شد. مشوش خواندنیست همچون قبران و کتاب دیگر طوله های تق. و کتاب دیگه خورشید در خلوت و خیال، دفتر شعر جدیدی هست از آقای علی جدیدی، باز هم همکلاس سابق من، نخستین همکار بودیم با هم در کار مطبوعاتی من، روزنامه دیواری مدرسه جاوید، علی جدیدی. خورشید در خلوت و خیال که البته علی عزیز رفت به راه مهندسی نفت و در شرکت‌های بزرگ نفتی در تگزاس و جاهای دیگه مشغول به کار شد. به هر حال این کتاب‌های نازنین و هر کتابی میتونه خوندنی باشه در رشته مورد علاقه گروهی از اهل کتاب. کتاب‌های منتشر شده در ایران، ترجمه‌های جدید یونسکو، خانم سحر داوری و کتاب قباد آذرایی، ندیه جدیدی و کتاب‌های دیگر. خبرهای کتاب رو برای ما بفرستید، انتشار کتاب رو بازتاب خواهیم داد. به پایان برنامه رسیدیم عزیزان، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد